امروز براتون یک اصطلاح شیرین آوردم. اگر به اصطلاح نگاه کنین، در مقابلش نوشته شده قند تو دل کسی آب شدن. به همین دلیله که گفتم اصطلاحمون شیرینه. حالا به مفهومش نگاه کنین. خوشحالی بیش از حد و خیلی ذوق کردن. با این مثال بیشتر متوجه منظور من میشین. وقتی قرار شد همگی برای تعطیلات نوروز به شمال برن، قند تو دل علی کوچولو آب شد. یعنی چی؟ یعنی خیلی زیاد خوشحال شد به خاطر اینکه میخواست بره اونجا دوستا فامیلاشو ببینه و با اونا بازی کنه. در ویدیوی قبل من راجع به زبان عامیانه باهاتون صحبت کردم. دقت کنین به اون مثالی که الان من زدم، ببینید کلمه هست که اینجا به صورت عامیانه نوشته شده باشه. خوب دقت کنید. بله، به شمال برن، اگر توی کتاب میخواستیم بنویسیم به زبان ادبی، باید مینوشتیم به شمال بروند، که من نوشتم به شمال برن. حالا یک مثال دیگه هم براتون میزنم، اینم توجه کنید. پدر فرزانه از شنیدن خبر شاگرد ممتاز شدن دخترش در دانشگاه، قند تو دلش آب شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی این خبر رو شنید و توقع نداشت، بسیار بسیار خوشحال شد. امیدوارم شما هم همیشه قند تو دلتون آب بشه و از همه جا براتون خبرای خیلی خوب بیاد. تا ویدیو بعد.